سلام بچه‌ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز مهمون خیلی خفن داریم، یکی از گلای یوتیوب فارسی، و قراره باهاش یه چالشی انجام بدیم. خودش اصلا نمیدونه چه خبر، یعنی فقط دعوتش کردم. به شدت منتظرم که ریاکشنش رو ببینم. سریع بریم و بیایم و این ویدیو رو با هم شروع کنیم. سلام علی جان، خوش اومدید به رادیو اکتیو زون. ممنون که دعوتمو قبول کردی. سلام، خیلی ممنون از دعوتت، خوشحالم که اینجام. چاکریم. آقا قبل از اینکه این ویدیو شروع کنیم، باید اینو بگم علی یکی از خوشقلب ترین و یکی از خاکی ترین یوتیوبرای یوتیوب فارسیه و میگم 3 ساله که فعال 4 ساله بوده. 3 4 ساله. و یکی از دلایلی که منظرم موفق شده توی این هیته به خاطر همین خوشقلب بودن، شخصیت باحال. خیلی ممنون. لطفاً چاکر. خب آقا، حقیقتش اینه که علی نمیدونه اصلا داستان این ویدیو چیه. یعنی من فقط بهش فهمیدم، گفتم که یه ویدیو داریم، کانتنتش سورپرایز. و داستان از این قراره که علی، من ویدیوهای آخرت دیدم و احساس کردم توش افسردگی، یکم احساس کردم ناراحتی و احساس کردم که یه خلایی توی زندگیت داری. اوکی، توی این ویدیو میخوام اون خلأو پر بکنیم. خودت نفهمیدی هنوز داستان چیه. نه، حدس میزنم یه چیزی رپ داره به موزیک، نمیدونم، یه چیزی باباشی که رپ داشته. نه نه. امروز قراره که علی زنش بده. اوکی اوکی، موافقم. من هیچ مشکلی دارم، دقیقاً دلیل همه بدبختیام و ناراحتیام و افسردگیام همینی که گفتی. کجا قایمش کردی؟ بیارش بیرون. ما با راسکوادیا، پرژن بلاسکوادیا جمع شدیم، گفتیم که یه دلیلی داره که علی کم ناراحته و اون خلأ زنه، که میتونه کلا ویدیوهای علی رو خیلی فانتر بکنه. کاملا درست. حالا از شوخی بگذاریم بچه‌ها، قراره که امروز یه بازی با علی بکنیم به نام اسمش اور پس. حالا بازی کردی؟ آره. یه وبسایتیه quizzes.com که شما میتونید برید و یه سری سوالات به شما میده که میتونید همسر ایدالتون رو تو اونجا مثلا یه جوری پیدا بکنید، یعنی سلبریتی که مثل همسرتونه در واقع. ولی قبل از اینکه بریم سراغ اون بازی با علی، یه سری سوالات ازش میپرسم راجع به همسر ایدالش و بعدش میریم. دوست داری که قد همسر ایدالت از خودت کوتاه‌تر باشه یا بلندتر باشه یا همقد باشه؟ کوتاه‌تر. دلیلش هم اینه که راحت تو بغل جاش. بغلش. وگرنه از نظر اونجوری که بگی او حتما با زن کوتاه‌تر باشه، نه، واسه من فرق نداره. از من بلندتر هم باشه اوکیه، ولی چیزی که هست اینه که همه قضاوتت میکنن، خیابون میگن اینو نگاه کن. آره، متاسفانه این هست. از لحاظ اندامی دوست داری لاغر باشه، توپر باشه یا توپل باشه؟ توپر. توپر. میگم همه پسرا توپر دوست دارن. ببین ترند عوض شده، یعنی قبلا خیلی لاغر داشتن، الان خیلی توپر دوستن. فکر کنم همینطوری پیش بره، در آینده همه توپل دوست داشته باشن. از لحاظ مو دوست داری فر باشه یا صاف باشه؟ اوه، فر خیلی قشنگ‌تر از صاف به نظر من. مثل خودم هم سلیقه ایم. نه. رنگ مو مشکی، قهوه‌ای یا بلوند؟ به هر کسی یه چی میاد، یعنی به هر صورتی یه چیزی میاد. خب فرض کنید دختر توپره که از خودت کوتاه‌تر، موهاش هم فره. نارنجی نداری؟ نارنجی هم میتونیم داشته باشیم. خیلی خوبه. رنگ چشم؟ سبز. سبز. و میخوای واسم بسازی بفرستی؟ میخوای چیکار کنی؟ علایی که زنگی در خونه تو نمیزنی. پوستش رو سایز سفید باشه، مثلا تیره تر باشه. سفید خوبه. سفید. همسر ایدئال علی پس اینطور شد: یه دختر که یکم از خودش کوتاه‌تره، موهاش فره، نارنجیه، چش سبز و پوست سفید. بریم سخت این وبسایت با این حالا اینفورمیشنی که داریم، ببینیم که سلبریتی همسر علی چطوریه. فکر کنم 40 تا سلبریتی باشه، یکی یکی میریم با علی جلو ببینیم که تیستش چه شکلیه. تا قبل از این من داشتم با یکی از دوستای یوتیوبرم یه چالش میساختم، اینجوری بود که به ظاهر پورنستارا و یوتیوبرها داشتیم نمره میدادیم. خب بعد دقت کردیم دیدیم خیلی از موارد هم سلیقه‌ای. من فکر کنم واسه تو هم اینجوری باشه. تو حداقل اون اطلاعاتی که راجع به همسرت دادی خیلی شبیه اون چیزایی بود که من توی یه دختر میبینم. بهتره که همین تو آلمان، بهتره تو آلمان باشی من آمریکا باشم. خوبه نزدیکم نباشی. با اولی شروع میکنیم. اسمش یعنی علی انتخاب میکنه، پس یعنی میگه نه. من فکر کنم اسمش یه چیز دیگه است. خب یه چیز دیگه هست، ولی خب بخاطر اونم هست. آره. حالا کدومش منظوره؟ منظور کدومه دقیقا؟ اگه اسمش باشه من برام مهم نیست. همش اسمش 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 دقیقا. به عنوان همسری بهش نگاه کن. به چشم همسر نگاه کن. نمیشناسم ولی پس؟ پس
نگاه کن قیافش تو ثانیه اول قشنگه، ولی با یه خورده بهش دقت کنی بعد یه ماه خسته میشه. 6 سال دیگه هم آره دقیقه. این یکی پس اینو به خاطر من قبول کن. خیلی رسمیه نه؟ از این واسه مثلا اگه باش ازدواج کنی خیلی پروفشنال باش حرف بزنی و راجع به کار باش صحبت کنی اینا. دقیقاً از اینا که کت شلوار میپوشن صبح میرن سر کار دوباره شب برمیگردن. این قیافش با نمک و جذابه، قشنگم هست ولی قشنگترین نیست. من اینو اسپش میدم. اصلا هم دلیلش لباسی که پوشیده نیست اصلا. امیلی بلانت از خفنای روزگار. کیه اینا؟ پورنستار بازیگره. بازیگر نمیشه اگه پورنستار بود چات میشتاخته. نه من، ولی من واقعا زیر سنگ زندگی میکنم چون نه خیلی. سریال آفیس دیدی؟ نه. آها پس بیخیال. این یکی از زن واقعی زیر سنگ زندگی میکنم. بس بعد رفرنس های پورن ازت بپرسم. نه اونا رو نمیدونم واقعا، هیچ کسی نمیشناسم، نه بازیگر میشناسم نه خواننده میشناسم، کلا زیر سنگ زندگی میکنم. حالا اینو شما اسمش میزنی یا پس میزنی؟ این از این قیافه هاست که آدم خسته نمیشه. کیوت دمی لواتور که باید دمی لواتور عشق منه. بزن پرس بزن سمش بزن سمش بزن شما گفته شارلت مکنی پرس. خب این فره رو داره. خب من از فیشار ریاکشن میگم بریم اسمش. مام چه خوشگله هولی شی. خب یکی از اوجی های این روزگار دیگه آنجلینا جولی. میلف دوست دارم ولی اینو دوست ندارم. بدم پس. آره منم جوانی ها شاید میکنم الان زیاد نه. نه مثل معلم ریاضی ها میمونه. آره هر لحظه میخواد چک بزنه. سرنا ویلیامز هم میترسم ازش. حاجی بازیگری نه؟ نه این تنیسوره. بازواشو ببین. اوه مولتی میلیونره این. آه. این پول داره. بزن سمش. آنا کندریک. او این خیلی خوبه. سمش موافقم. اوف ملکه ایگی ایگی هاو سمش سمش. به به کیلی. نظر راجب کیلی چیه؟ فکرم نمیشه کیلی کود کاک. نه کو همونیه. آه اینو میگم اینو سانسور کن دیگه نمیش بکرنشه کلی کو. شاید همین شاید همینطوری تلفظش کنه من نمیدونم. از قیافش که میخوره فکر کنم واقعا اسمش همچین چیزی باشه کیلی. اگه بفهمم فارسی چی میشه ترجمه اسمش رو عوض میکنه. سمش خیلی خوبه. چه بخوای چه نخوای دیگه ادامه بخاطر من قیافش رو دوست ندارم. به خاطر اسمش هم که شده و اسمشش. خب این یکی از کاردشیان هست. اصلا با کاردشیان حال نمیکنه فقط با این یکی ها بزن. نمیدونم چی من کیم کاردشیان خدای اسمش پسنده. اشلی بنسن. نه اشلی نمیدونم چیه. پس ریتا اورا سمش. اوف به 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 اینم سمش یا اوف الی گولد. اینجوری چجوری تلفظ میشه فکر کنم. آره اینم خیلی خوبه. سمشش میکنه. صداش هم خیلی خوبه. مایلی سایرس. به 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 اینم سمش. این عکس نودش همه جا هست. نه پس بزن دیگه بزن بره. زن تو همه لختش دیده باشن. آره بزن پس دیگه لختش رو دیدیم دیگه سودی نداره. چیزی نه. نادیا فورد. نه پس. پریانکا. واو من خیلی دوست دارم. بدن سمش. تو این عکسی چقدر زشت شدی. اگه واقعا نقدر زشت پس. این کیه؟ پنلوپ کروز. به هیتمن ها میخوره قیافش. هیت وومن میکشتتش شب تو خواب یه دفعه. آره همیگم خطری علی.
خیلی خطرناکه. پس به به بریتنی اسپیرز نه، اون آلردی به یه ایرانی رسیده دیگه. بزن پس. میدونی مشکل چیه؟ همیشه تو رو مقایسه میکنه با اون ایرانیه. مگه من چمه؟ من خیلی بهترم. اوف اوف، این که فکر کنم کراش نصف آدمای کره خاکیه. بزن اسمش. و البته اینم لختشو همه دیدن. میشه آرام بفرستی بعدی تو؟ من ندیدم. بزن تو اینترنت بیاره. بزن امینی یا کلیرک نوت. مگه ندیدی گیم آف ترونزو؟ من حقیقتش ندیدم. نه، من از اون لحظه زیر سنگ زندگی میکنم. اوه مارگو رابی هاجی، اینم مثلا علیرضا عاشقشه. منم عاشقشم. مگه همون بازیگر هارلی کوین نیست؟ آره همونه. آره همونه دیگه. آره همونه، هم تو وولف آف وال استریت بود، هم دختری که یه سکانس سکسی داره. واسه 5 ثانیه خیلی خوبه. سمشش کنیم. 100%. اوه آریانا گراندی. سمش. خیلی خوب. این من قبلا یه سریال بازی میکرد، سریال مثلا تینیجی، من اونو میدیدم قبل اینکه خواننده شه. چند سال مگه آمریکایی هست؟ من بوده 7-8 سال فکر کنم. میشل کیگن. نمیشناسم ولی قیافش خوشگله. ولی زوزو بین اسمشو پس نداره؟ نه حالا خود یکی اینو به خاطر ما اسمش. دیزی ریدلی. نمیشناسم من. او ما رو چیز نوشته چیه؟ فیلم های ستار وارز بازی میکنه. خیلی اوکی ولی خیلی خوشگله. نمیزن سمش. کورنی اولیمپیوس. خیلی اسمش باحاله، هم کورنی هم اولیمپیوس اسمی. قیافش هم کورنی. اینستاگرام مدل فکر کنم. نه دیگه، اینا که فکر میکنن خیلی خوبن با اینستاگرام. نه نه خیلی نه. پس خدا جی این قشنگ چیزه. اینم دیگاه کن. بگو چی؟ بگو پارتی های قدیمه مثلا اواخر دهه 80 ببینی تو ایران همه دختر این شکلی هم، برونزه، دماغ عملی، لنز سبز. تو ثانیه اول میگه واو، بعد مثلا بیشتر از دو ثانیه نگاه میکنه میگه پس. اوه زندایا. اوف اوه این خیلی قدش بلنده. 6 متر به من نمیخوره. پس اسپایدر من بازم کری آندر بود. پس امیلی سیرز. پس بکنم این چیزه اینستاگرام رو بگیرم. پس خب رسیدیم به نتیجه گیری. یک ثانیه فکر نکردی. الان یه ترکیبی از همه اونا بهمون تعریف. ترکیب نیست، یه کسیه که در واقع یه سلبریتیه که مثلا خواصی که گفتی یا توش هست. آره. اوه خیلی جالب. بذار ببینیم. See your result. Olivia Wilde. نظرش چیه؟ الان دیسپوینتد این که بخواهید میبادی. من فقط اون دختر موفرفریه رو میخوام. از همش خوشگل تر. من اینو میرم پیدا میکنم. خب بهش پیام میدم اینستاگرام با اکانت رادی. آقا من با اکانت رادی اکتزون بچه پیام میدم، میگم که یه رفیق دارم، تگت هم میکنم، میسم @ علی بروکس. خب میگم این روتو کراش داره، اگه جواب داد که دیگه یه خیری هم ما کردیم این وسط. اگه جواب خیلی خوب حتما یه ویدیو هم درست میکنم. بذار این چقدر فالوور داره. اوه تو گیم آف ترونز بوده، من این قسمت چه ندیدم که این دختر توش بازی کرده. شاید هم البته تو سیزن 5 بوده. نمیدونم اونقدرم زیاد فالوور نداره. 5 میلیون بیشتر فالوور نداره. اوکی من 2 میلیون فالوور دارم. با تیک آبی ببین پیام بدم. ای بله همطور که میبینید من الان بهش پیام میدم با اکانت رادی اکتیف دارم پیام میدم. آدم دلش بخواد فقط نگاش کنه. علی آندرلاین بروکس دیگه. درسته بروکس دیگه. آره آره آره. آخرشم بگو براش نوت بفرست. آوه من خوبه اینو به تو نشون بدم. بهم خوبه. چی نوشتی؟ نوشتم که هاي ناتالی مای فرند علی بروکس هاز ا هیوج کراش اون یو پلیز لت می نو اف یو ار اینترستد. یه هارت ایموجی هم گذاشتم. بچه‌ها اسکرین شات شو بذارم توی ویدیو. ببینیم جواب میده یا نه دیگه.
انشالله امید به خدا باش. ولی اون چیزی که علی یعنی ریزالت علی بود با اون چیزی که علی میخواست متاسفانه یکم فرق داشت. بیا یه کار دیگه بکنیم، یه بار دیگه بزنیم سری اون موفرفریه رو بزن با یه دختر دیگه که بازم خیلی خوش کرده، ببینیم چی به اون میده. خب آقا بریم یه بار دیگه. حالا انگاه مثلا پشت در منتظر ما وایسادن که فقط ما انتخابش میکنیم. خب آماده ای؟ استرس داری یا نداری؟ ببینیم کی. خیلی آجی فکر کنم باید لج داره یا الگوریتمش خرابه. من همون دخترم اون فرفریار میگیرم دیگه، نمیخوام ایچی. نه نمیخوام. جالب بود ولی اصلا هیچ ربطی نداشت به اونه که تحت موهاش هم فر نبود. ایگی مثلا همین ایگی کجا، اون دختر موفرفریه کجا، اون کجا، پوستش تیره و عجیب. خب آقا حرفی سخنی چیزی نداری علی جان؟ مرسی مرسی که واسه هم دوتا زنه خیلی زیبا پیدا کردی، این لطفت خراموش نمیدونم. که صاحب خیر شدیم و دمت هم گرم که اومدی. حالا امیدوارم که واقعا همسر ایدئالتو پیدا کنی اگه آلردی پیدا نکردی. هشتگ پی وی اس و هشتگ راسکواد فراموش نکنید. حرف دیگه ندارم تا ویدئوی بعدی. فعلا کی خوب خودشه، کی برای خودش و خدای خودش زندگی میکنه، کی قبول داره این که تو دنیا هیچ کس نیست غم و اندوه نداشته باشه. نداریم شکلش فرق میکنه.